آمار قربانیان کرونا در 325 شهر بیش از 49300 نفر است. سخنگوی وزارت بهداشت از 3574 بیمار جدید طی 24 ساعت خبر داد که بالاترین رقم از ابتدای شیوع کرونا است. کارگزاران و رسانه های رژیم وضعیت را با عباراتی مانند اخبار کرونایی روبنگیز در کهگیلویه و بایرحمد شیوع افسار گسیخته کرونا در گیلان موج جدید کرونا در تهران نوک قله کوه یخ بیماری در خوزستان زنگ خطر کرونا در گچساران و بازگشت محدودیت به کردستان توصیف می کنند خانم مریم رجوی اکنون همه به چشم می بینند که رژیم ولایت فقی برای صد بستن در برابر خطر قیام و سرنگونی استراتژی اجساد و کلان تلفات انسانی در پیش گرفته است اما این صد روزی می شکند و بر سر رژیم خراب می شود سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر پنجشنبه 15 خرداد 1399 اعلام کرد آمار جانگداز جان باختگان کرونا در 325 شهر ایران از 49300 نفر بیشتر است شمار قربانیان در البرز به 1675 نفر در ایلام به 315 نفر، در خراسان جنوبی به 150 نفر، در خراسان شمالی به 553 نفر، در خوزستان به 3835 نفر، در کردستان به 970 نفر، در کرمانشاه به 1165 نفر، در کوکیلویه و بوی رحمت به 305 نفر، در گیلان به 2790 نفر در لورستان به 1605 نفر، در مازندران به 2763 نفر، در هرمزگان به 260 نفر و در همدان به 1289 نفر رسیده است. سخنگوی وزارت بهداشت امروز از شناسایی 3574 بیمار جدید طی 24 ساعت گذشته خبر داد که بالاترین رقم از ابتدای شیوع کرونا در چهار ماه گذشته است. همزمان کارگزاران و رسانه های رژیم وضعیت را با عباراتی مانند اخبار کرونایی روبنگیز در کوهگیلویه و بویراحمد شیوع افسار گسیخته کرونا در گیلان موج جدید ویروس کرونا در تهران نوک قله کوه یخ بیماری در خوزستان زنگ خطر ویروس کرونا در گشتاران و بازگشت محدودیت های کرونایی به کردستان توصیف می کنند. در چنین شرایطی روحانی بار دیگر مردم را مقصر این وضعیت قلم داد کرد و گفت دستور و فاصله گذاری هوشمند اجتماعی باید از سوی مردم و کسب و کارها به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. چنانچه در هر بخشی از کشور این هشدارها جدی گرفته نشود و شیوع بیماری دوباره اوج بگیرد، مسئولین ناگزیر از بازگرداندن محدودیت ها خواهند بود، که این موضوع هم زندگی عادی شهروندان را دچار مشکل خواهد کرد و هم آسیب های اقتصادی جدی به جامعه خواهد زد. در خوزستان دبیر کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت در یک ماه اخیر حداقل آمار خیلی افسایشی شده. تمام هفته ها افسایش مورد داشتیم و هیچ زمانی نبوده که ما تعداد مواردمان ثابت بشود و یا حتی کاهش داشته باشد و این روند در سه هفته اخیر متاسفانه خیلی افزایش شدید داشته بنابراین میزان آلودگی در جامعه خیلی بیشتر از چیزی است که ما داریم میبینیم وی در پاسخ به سال خبرنگار که بعضی ها میگویند ضرب در چهار بکنیم بعضی ها میگویند ضرب در ده بکنیم پاسخ داد خیلی ها بیش از این معتقدند آماری که داریم میبینیم فقط نوک قله کوه یخ بیماری است رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان از 114 مبتلا و 6 درگذشته تنها در جنوب غرب خوزستان خبر داد در تهران یک عضو ستاد کرونا گفت آمار مراجعان نسبت به گذشته به خصوص در بیمارستان امام که معیار ما بوده بیشتر شده است و با باز شدن اماکن عمومی رستوران ها و غیره انتظار افزایش تعداد مبتلایان را داریم. در کردستان استاندار رژیم گفت وضعیت سنندج در زمینه گسترش و ابتلا به کرونا بحرانی است. او از تعطیلی مجدد تعدادی از اصناف سنندج به مدت 72 ساعت خبر داد. در گیلان خبرگزاری سپاه پاسداران از شیوع افسار گسیخته کرونا خبر داد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت افزایش تعداد بستری‌ها طی روزهای اخیر نشان دهنده شیوع پیک دوم کرونا ویروس در استان است. متاسفانه میزان سرایت کرونا بسیار زیاد است. وی خاطر نشان کرد از 4000 پرستار و 400 پزشک که در گیلان به بیماران کرونایی خدمات رسانی کردند یک هزار پرستار و شهست پزشک به این بیماری مبتلا شدند در کوهگیلویه و بای رحمت خبرگزاری رسمی رژیم وضعیت را در یک قدمی بحران کرونا توصیف کرد و نوشت اخبار کرونایی کوهگیلویه و بای رحمت روبنگیز است و شیب کرونا در این استان با افسایش قابل توجهی روبروست خبرگزاری پاستاران امروز نوشت زنگ خطر ویروس کرونا در گشتاران به صدا درآمد و به نقل از فرماندار این شهر اعلام کرد اکنون وضعیت این شهر قرمز اعلام شده است در آذربایجان غربی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت وضعیت کنونی زنگ خطری برای شیوع دوباره بیماری بین آهاد مردم است علاوه بر افزایش تعداد مبتلایان، بیماران، بدحالتر و با گرفتاری بیشتر ریه ها به بیمارستان نسبت به قبل مراجعه می کنند. در حالی که در استانهای مختلف از جمله تهران و خوزستان همه روزه شمار کثیری از مردم به دلیل ابتلا به کرونا بستری می شوند، مردانی عضو کمیته کشوری کرونا گفت دوازده درصد از موارد بستری در بیمارستانها بر اثر بیماری کرونا فوت می کنند. همه چیز حاکی از این است که خامنه ای و روحانی با بازگرداندن محرومان و زحمتکشان به سر کار آنها را به قربانگاه کرونا فرستاده اند. خانم مریم رجوی در هفدهم فروردین در این باره گفت تصمیم جنایتکارانه خامنه ای و روحانی برای بازگرداندن مردم بر سر کار قربانیان بیشمار بر جا دستورالعمل روحانی برای از سرگیری فعالیت کسبه و فعالیت اقتصادی سلامت ده میلیون ایرانی را به خطر می اندازد. رژیم آخوندی به جای اینکه حداقل زندگی مردم را از محل مؤسسات اقتصادی تحت کنترل خامنه و سپاه پاسداران که تماماً اموال به سرقت رفته ملت ایران است تأمین کند آنها را به قربانگاه کرونا روانه می کند. بیکفایتی، چپاولگری و اختلاف وحشتناک طبقاتی در فاشیسم دینی هر روز ابعاد فاجعه را بیشتر میکند. کند رئیس امور برگزیده مقاومت امروز خاطر نشان کرد اکنون بعد از دو ماه همه به شش می بینند که رژیم ولایت فقیه برای صد بستن در برابر خطر قیام و سرنگونی استراتژی اجساد و کلان تلفات انسانی در پیش گرفته است اما این صد روزی می شکند و بر سر رژیم خراب می شود دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران پانزدهم خرداد 1399